امروز در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تجمعی با شعار علیه اعدام در ایران به پا خیزیم برگزار شد. در این تجمع که گروه‌های مختلف سیاسی و مردمی حضور داشتند، تصاویری از قربانیان جمهوری اسلامی ایران و همچنین زندانیانی که در خطر اعدام قرار دارند به نمایش گذاشته شد. پناه فرهاد بهمن، خبرنگار آزاد مقیم لندن، در این تجمع حضور داشته و از مقابل سفارت جمهوری اسلامی با ماست. پناه، از تجمع امروز لندن برامون بگو. بله، تا حدود نیم ساعت پیش همینجا، یعنی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی، تجمعی برگزار شد که همونجوری که تو خبر گفتی به مناسبت در واقع با موضوع مخالفت با اعدام بود. از امروز هفته مبارزه با حکم اعدام شروع میشه که تجمعهای مختلفی در جاهای مختلف برگزار شده. در اینجا در لندن هم مثل خیلی از هفته‌های گذشته شعارهای بر علیه اعدام و بر علیه جمهوری اسلامی داده میشد. یکی از ویژگی‌های امروز این بود که عراقی‌ها هم به این تجمع پیوسته بودند و عمدتاً کردهای عراق بر علیه هشت شعبی شعار میدادند که با همراهی بقیه تظاهرکننده‌ها و تجمع کننده‌ها همراه بود. برگزار کننده و در واقع سازمان دهنده این تجمع ها کمیته مبارزه با احکام اعدام در ایران هست. شیوا محبوبی از این کمیته که یک کمیته بین‌المللی هست امروز در لندن حضور داشت و من باهاش صحبت کردم راجع به دلیل حضورش در لندن و این تجمع. شیوا محبوبی هستم، از کمیته آزادی زندانیان سیاسی، در تجمعی که گروه زن زندگی آزادی در لندن برگزار کردند. این در واقع تجمعی است جزء هفته کارزار علیه اعدام که در 38 کشور دنیا داره برگزار میشه و در اینجا با خواست لغو تمام اعدام‌ها و توقع اعدام‌ها در ایران اینجا هستیم که صدای زندانیان سیاسی و محکومین به اعدام و خانواده‌هاشون رو به گوش دنیا برسونیم. مشخص از اینجا از دولت انگلستان می‌خوایم که سفارت جمهوری اسلامی رو ببنده و سپاه پاسداران رو لیست تروریستی بذاره. دو سال هستش که تقریبا میشه گفت هیچ وقت این ونهای پلیس از اینجا حرکت نکرد و تجمع امروز و شمار شرکت کننده ها نشون میداد که این ونهای پلیس قرار هست که اینجا بیشتر بمونن. ممنونم از تو. فرهاد بهمن، خبرنگار آزاد از لندن با ما.